درود بر شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم سرخط خبرها مقام امنیتی روحانی باید اعدام شود چگونه و با کدام قدرت می توانید این همه جنایت را عادی سازی کنید؟ کشف بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران به عراق دارو را از مردم ایران میدوزند و به عراق میبرند و کمبود دارو را به گردن تحریم میاندازند. با خبرهای این ساعت با ما همراه باشید. مقام امنیتی روحانی باید اعدام شود. جناب روحانی باید شما را هزار بار اعدام کنند. رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ولایت در حساب توییتری خود مدعی شد اکثریت مردم خواستار ازل و مجازات روحانی هستند. به گزارش سایت خبر فوری، آخون مشتوا زلنوری در حساب تویتری خود نوشت جناب روحانی امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از ازل و مجازات شما راضی نمی شوند. با منطق شما رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود. روزنامه رسالت خطاب به روحانی گفته بود همانقدر سیاست نمیدانید که دین نمیفهمید. روحانی زورمان نمیرسد باید با دشمن صلح کرد روحانی روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت در واکنش به سخنان ای گفت که جنگیدن در زمان صلح خطاست بویژه اگر زورمان به دشمن نمیرسد و مردم هم طالب صلح هستند روحانی با بیان اینکه در نتیجه های نفتی و بانکی آمریکا مردم در فشار اقتصادی قرار دارند با اشاره به امام دوم شیعیان به عنوان امام صلح برای حفظ اساس اسلام گفت اگر در روز صلح جنگیدیم خطاست به موقع باید بجنگیم و به موقع هم باید صلح کنیم این در حالی است که خامنه ای پیش در طی سخنانی بیان که نامی از کسی ببرد اعتراف کرد که در درون نظام عدهای ترسو به اسم حقلانیت در پی انفعال و فرار از مقابل دشمن هستند خامنه ای گفت ترسوها حق ندارند اسم حقلانیت را بیاورند و افزود دشمن تلاش دارد تا معنای غلط حقلانیت را تلقین کند و برخی هم نادانسته در داخل همان حرف دشمن را تکرار می اکبر محتشم خطاب به احمد زیدابادی چگونه و با کدام قدرت میتوانید این همه جنایت را عادی سازی کنید احمد زیدابادی در یادداشت اخیرش خطاب به اپوزیسیون جمهوری اسلامی گفته اگر دوستان عزیزی مانند علی آقای افشاری و آقای امار ملکی به واقع حواس انقلاب به سرشان زده به نظرم شایسته نیست که در ینگه دنیا و یا شمال اروپا بنشینند و از راه دور دیگران را به انجام آن در داخل کشور تشویق کنند من تا کنون این سخن تلخ را به ریانان نیاورده بودم چون گمان میکردم که حتما خود نیز کم و بیش به آن واقفند و لاباد اندازه نگه میدارند اما می بینم که اندازهای در کار نیست و قرار است روز به روز بر تیزی کلامشان افزوده شود اما آقای زیدآبادی تا به حال به خودتان گفته ای چرا امار ملکی ها و علی افشاری ها از کشور رفتند و هرگز نتوانستند برگردند آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که چرا امثال مهدیه گلروها حتی در کشورهای اروپایی و به قول شما ینگه ای دنیا اگر تن به جاسوسی برای رژیم توتالیتر و محبوب شما ندهند تهدید به افشای فیلم ها و عکس های خصوصی می شوند؟ آیا تا حال از خودتان پرسیدید که چرا لابی رژیم مهربان شما و بازجویی هایی که در خارج از ایران در لباس دستوز وطن مشغول دورکاری هستند مثل حمزه غالبی و غیره دائما با باند تویتری حزب الله به کنشگران داخلی حمله می کنند و با پرونده سازی برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی خوش رقصی می کنند؟ آیا تا به حال از خودتان پرسیدید که چرا جمهوری جهل و جنون در عبا و امامه آیت الله سیستانی مرجع تقلید بزرگ شیعیان عراق پنهان شد و روح الله زم را فریب داد تا به جوخه اعدام بکشد آقای زیدآبادی آیا تا به حال از خودتان پرسیدید که چرا زبان مردم روز به روز تیزتر می شود؟ آیا واقعا نمیدانید با عادیسازی شهر و جنایت سالیان سال چه مصیبتی را برای مردم باز کرده اید؟ با این همه حالا میگویید امار ملکی ها و علی افشاری ها که جمهوری اسلامی به خونشان تشنه است به ایران بیایند؟ من در این واجه ها و جملات به دنبال دفاع از امار ملکی و علی افشاری نبودم و نیستم من برای ظلمی که سالها عادی سازی کردید و فکر و اندیشه ای مردم را در جمهوری اسلامی خیالی قرار دادید تا منافع خصوصی خودتان را تامین کنید برایتان نوشتم که متاسفانه هنوز هم با مدل های مختلف مشغول همین امور هستید سخنم را تمام می کنم آقای زیدآبادی استمرار طلب گرامی انقلاب کردن و برانداختن یک رژیم هوس نیست که به سر مردم و فعالین سیاسی بزند محصول یک عمر جنایت و خونریزی عاطفه و انسانیت است که از تشت صبر جامعه سرریز شده است. روزگارتان همیشه آزاد باد. کشف بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران به عراق. اطلاعات ارتش عراق اعلام کرد که 19 کامیون حاوی صدها هزار قلم دارو را که به شکل قاچاق از ایران وارد عراق شده بود، توقیف کرده است. به گزارش رسانه های عراقی این کامیون ها برای فرار از پرداخت تعرفه گمرکی از مسیرهای فری در استان دیاله عراق در حال حرکت بودند و در همین مسیر توقیف شدند در این گزارش به زمان توقیف این کامیون ها و تعداد متهمان بازداشت شده اشاره نشده ولی از آن به عنوان بزرگترین عملیات قاچاق دارو نام برده شده است علیرضا وهابزاده مشاور وزیر بهداشت در واکنش به این خبر به وبسایت رکنا گفت بعید از داروهای خاص در این محموله ها باشد و طبق آنچه اعلام شده این داروها از داروخانه خریداری شده است او تفاوت قیمت دارو در ایران و عراق را علت قاچاق دانسته و گفته است قاچاق دارو سالهای زیادی است که در ایران رخ میدهد خبر قاچاق گسترده دارو از ایران به عراق در حالی منتشر می شود که در ماه های گذشته مقام های دولت ایران به شدت از تاثیر تحریم های دولت آمریکا بر واردات دارو و مواد اولیه ساخت دارو به ایران انتقاد کردند. در طول سالهای گذشته گزارش های متعددی درباره قاچاق دارو از ایران به عراق منتشر شده که شامل داروهای کمیاب نیز بوده است بهروز بنیادی نماینده مجلس گفته بود که قاچاق دارو به صورت کاملا سازماندهی شده است و قاچاقچیان با اجاره کردن دفترچه بیمه شهروندان اقدام به خرید داروهای داخلی و قاچاق به عراق میکنند به گفته این نماینده مجلس دهم ده قاچاق دارو به این روش در شهریور 97 به اوج رسید و موجب کمبود انسولین در ایران شد از سوی دیگر گزارش های مربوط به قاچاق داروهای وارداتی نیز منتشر شده است به گفته ای فعالان اقتصادی چون داروی وارداتی با قیمت ارز 4200 سومانی وارد کشور می شود برخی از افراد اقدام به قاچاق داروهای وارداتی و فروش آن به قیمت ارز آزاد در کشورهای همسایه می کنند و این تفاوت قیمت انگیزه بالایی را برای قاچاق دارو از ایران به کشورهایی چون عراق، افغانستان و سوریه ایجاد کرده است فساد در حوزه بهداشت و درمان ایران در سالهای اخیر منجر به طرح پرونده های جنجالی متعددی شده است سعید نمکی وزیر بهداشت ایران تیر ماه گذشته با طرح چند پرونده فساد در این زمینه گفت که برخی با دو میلیون یورو ارز دولتی به جای فنر قلب کابل برق وارد کردند او همچنین از نامعلوم بودن یک میلیارد و سیصد میلیون دلار تجهیزات پزشکی پرونده واردات داروی تاریخ مصرف گذشته و پرونده تخلفات در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به عنوان دیگر مفاسد مطرح در این حوزه نام برد در همان زمان حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس به نقل از وزیر بهداشت از وجود فساد 50 هزار میلیارد تومانی در حوزه پزشکی خبر داد ولی وزارت بهداشت این موضوع را تکذیب کرد وزیر بهداشت مهرماه سال گذشته در یک مورد دیگر از پرونده های فساد گفت به علت ضعف سامانه های نظارتی یک نفر توانسته آمپول تستسترون را به عنوان پودر نارگیل و پودر کاکائو به کشور وارد کند مقام های وزارت بهداشت و قوه قضایی ایران تا کنون در سرنوشت پرونده های فسادی که به طور رسمی تر شده گزارشی منتشر نکردند. دارو را از مردم ایران می و به عراق می برند و کمبود دارو را به گردن تحریم می اندازند. مزدوران گروه تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در وطن فروشی استادند می دانند که غذا و دارو تحریم نیست، اگر دارو و آردنان کمبود دارد دست مزدوران گروه تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کار است که آن را در بازار سیاه به فروش میرساند آنان که ترانه آزادی برای آمریکا میخوانند و ایران را فراموش کردند، به مانند یک تروریست گروه تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انسانیت را فراموش کردند. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خود نگهدار